من خیلی سخته این روزا برام موعظه آماده کردن و تصمیم گرفتم این چند ماه گذشته هر پیغامی که میدم چیزایی باشه که خودم تجربهش کرده باشم یا سعی میکنم چیزهایی رو بگم که توش هستم. ما واعظین خیلی خوب حرف میزنیم ولی وقتی در عمل میفتیم میبینیم که فقط حرف زدیم. من 18 سال عیسی رو یه جور دیگه موعظه میکردم ولی الان از یک سال گذشته سعی کردم خیلی صادقانه تر عیسی رو موعظه بکنم، حداقل جوری موعظه بکنم که خودم تجربه کردم، وگرنه از پشت این منبر حرف زدن و حرفای خوب زدن و وعده وعید دادن به مردم و امید فروشی کردن به مردم هیچ کاری نداره. ولی تا همدرد نشی، تا همدرد دردهای مردم نشی، تا خودت چیزی رو تجربه نکنی مطمئنا رو مردم هم اثر نداره. و من تصمیم گرفتم الان چند ماهی هست تصمیم گرفتم واقعا چیزی رو بگم که خودم بهش 100% باور دارم، خودم تجربهش کردم و خودم یا در حال سپروندن اون تجربه هستم. و این یکی از تجربیات چند ماه اخیر منه که فکر میکنم به درد شما بخوره. چرا؟ برای اینکه از جاهای مختلف دنیا وقتی من با ایماندارا این روزها صحبت میکنم همشون راجع به این مسئله دارن یه جورایی صحبت میکنن و میگن روزهاییه که یه جوریه، انگار خدا سکوت کرده، هیچ تجربه ملموسی نداریم و از این حرفایی که زیاد میشنوم. چند روز پیش یه مسیجی برای من اومد از یک دوست قدیمی، یک دوستی که خدا واقعا تو زندگیش معجزه کرده بود و من به عینه زمانی که در دوران پناهندگی بودم قشنگ ملاقات خداوند رو با این آدم دیدم که چطور خدا زندگی رو عوض کرد. ولی از اون تاریخ تقریبا فکر میکنم 7-8 سال بگذره و این دوست عزیز به ایران رفته و سالهای ساله که در جفا و مشکلاته. چند وقت پیش هرچی به زنگ میزدم جواب منو نمیداد. آخر با اصرار از طریق خانومش براش مسیج دادم که نگرانت هستم و مسیجی که به من جواب داد منو به این فکر فرو بود. من مسیجشو اینجا با حفظ نام برای شما کپی کردم. اول ببینید به من چی میگه. نوشته چیزی نشده، دیگه مهم نیست چیزی بشه یا نشه. خیلی ساله که دنبال یکی به اسم خدا میگردم، تو هر مرام و مسلکی دنبالش گشتم، تاوان دادم، زجر کشیدم، بدبختی کشیدم و همه جای تو دهنی مهمونم کردن و رفتن دنبال ذاتشون و زندگیشون. چی بگم نیما جون، بذار ببندم در دهانم رو که بخواد باز بشه. خیلی ها برام زیره سوالن، خیلی ها برام جالبن، خیلی ها رو گیر بیارم فقط یک مشت توی دهنشون میزنم و خیلی ها رو نمیدونم چی پیش بیاد بینمون. خلاصه که تا به امروز خدا خودشو قایم کرده، من و خانوادم تا به آخر غالب اومدیم ولی اون نیمد، دیگه کاری به کارش ندارم. تو هم اگه میدونی کجاست یا دیدیش بگو، منتظرم بیاد و جواب سوالامو بده. جواب این که اول مرغ بود یا تخم مرغ رو نمیخوام، جواب سالهای تباه شدم رو میخوام. کاش میتونستم متقلب باشم، کاش میتونستم ریاکار باشم، کاش میتونستم دروغ بگم، کاش کاش کاش. این درد و دلا و زخمای یک شخصیه که واقعا تجربه خدا رو داشته و مثل این مسیج ها من زیاد دارم و خودم هم خیلی در این شرایط توی یک سال گذشته توی این شرایط ممکنه قرار گرفته باشم. ممکنه در زندگی روحانی در شرایطی قرار بگیریم که یهو حس کنیم آقا احساسات روحانی ما انگار خوش شده، دیگه تهش رسیده، باید نون بکشیم تهش. اون حس سابق نیست، هیچ اتفاقی نمیفته، انگار سکوت مطلقه، انگار همه چیز خوش شده، یه بیابونیه که اصلا انگار اثری ازش نیست. و وقتی این مسیج رو میخونم توش پره تلخیه، توش پره ناامیدیه، توش پره چرا اگر اماست و همه ما ممکنه خیلی وقتا در این شرایط بیفتیم. من این تجربه ها رو تو کشور آمریکا زیاد داشتم، شاید در ایران که بودیم یا در دوران پناهندگی که بودیم این وضعیت نبود، ولی در این کشور نمیدونم چه اتفاقی میفته که این حس و حالا به وجود میاد برای خیلی ها. شاید هم اگه برای شما نیست خدا رو شکر دعا میکنیم، شریر رو نهیب میدیم، روزه میگیریم، از دوران طفولیت هر چی توبه داریم میکنیم، فکر میکنیم اشتباه کردیم، کجا کج رفتیم و و و، ولی هیچ چیزی تغییر
نمیکنه. خدایا چه بلایی سر ایمان من اومده. تا حالا شده همچی شرایطی توش بیفتید؟ نمیدونم، خدا کنه نیفتید، ولی مال زمانیه که واقعا هیچ صدایی از آسمان نیست، نمیدونید چی کار کنید، انگار وسط یک بیابونی گیر کردید و دنبال مشکلید. من چیزی رو که برام باز شده و باور دارم اینطوریه، اینه که هیچ اشکالی در من و شما نیست، هیچ مشکلی در زندگی روحانی من و شما نیست. این یک امر 100% طبیعی برای محک زدن دوستی ما با خداست. آمین. یک امر 100% طبیعی، جزو پروسه ایمانی ماست. یعنی اگر این نباشه خیلی چیزا حادث نمیشه. ما دنبال مشکلیم که خدای مشکل کجاست؟ خدا میخواد بگه ببین این مشکلی وجود نداره، این یک امر طبیعیه که باید دوستی بین من و تو محک بخوره، بلوغ بین من و تو محک بخوره، دوستی بین من و تو محک بخوره، این یه امر طبیعیه. ما اینو باید امروز یاد بگیریم. من خودم که الان در بحرانم اینو باید یاد بگیرم که نیما دلیل این سکوت رو چیز غریبی ندون. من دارم این روزها دنبال مشکل میگردم، نکنه به فلانی اینجوری کردم اینجوری شد، نکنه مثلا تو اون خدمت قبلی مثلا این کار کردم الان اینجوری شد، نکنه الان مثلا توی گناهی دارم زندگی میکنم. در صورتی که هیچ کدوم اینا نیست. این یک پروسه‌ایه که خدا منو در اون قرار داده. چرا؟ برای که یه محکی بزنه. نیما 18-19 ساله چی کار کردی؟ رابطت با من به کجا رسیده؟ میلاد تو به کجا رسیدی؟ مرتا تو به کجا رسیدی؟ سبا تو به کجا رسیدی؟ چقدر بلوغ بین رابطه من و تو وجود داره؟ چقدر عشق بین من و تو وجود داره؟ مشکلی در تو نیست. این شرایط باید به وجود بیاد و این تنها راهیه که نشون میده آیا کماکان محبته، اعتماده، پرستشه، اطاعته رو ادامه میدیم یا نه. تنها راهش همینه. محک میزنه هنوز اعتماده هست، محک میزنه هنوز اطاعت هست، محک میزنه هنوز پرستش هست. خب من خودم بعضی وقتا میبینم توی شرایط وا دادم، من خودم دارم اعتراف میکنم پشت این منبر هیچ ابایی هم ندارم، وا دادم، انقدر فشار زیاد بوده پرستش کیلو چنده بابا، حال نمیتونم مثلا دهنه وا نمیشه، اطاعت ولم کن بابا، اطاعت الان زیر فشارم. محبت، مگه تو منو محبت میکنی که الان من تو رو محبت کنم؟ این چیزایی که بین ما به وجود میاد و همینطور میبینیم برای خیلی ها داره به وجود میاد. و ببینید چیزی که من این روزها متوجه شدم، اشتباه اکثر ما اینه که همه ما به دنبال یه تجربه هستیم با خدا. یادتونه اسرائیل تا زمانی که معجزات رو میدید فالو میکرد، به محض اینکه معجزات قطع میشد تجربیات قطع میشد چیکار میکرد؟ بت پرستی میکرد، انحراف میکرد به کج. امروز ما هم همینیم، منم همینم. ما همش دنبال یک تجربه هستیم تا بیشتر به دنبال یک رابطه. خوب دقت کنید، بیشتر به دنبال یک تجربه هستیم. یه حسی الان رو من بیاد، یه صدای از آسمان بشنوم، آی نیما تو هستی فرزند حبیب من که از تو خوشنودم، بعد هاللویا. ما مثلا پنتیکاستیان خیلی چیزن، احساسیان، او لمس شدم، پرت شدم، مثال میگم. و این تجربیات رو ما میذاریم به حساب لمس خدا یا محبت خدا، در صورتی که اصلا هیچ کدوم اینا ملاک نیست. حالا امروز من لمس بشم یا لمس نشم این ربطی نداره که خدا امروز منو دوست داره یا نداره. نه، میخواد خدا بگه ببین دنبال اون تجربیات ها نباش. تجربیات، خوب گوش بدید، تجربیات نمیتونه منو از این وضعیت بیرون بیاره. براتون ثابت میکنم، برای اینکه تمام شاگردان عیسی مسیح 3.5 سال انواع اقسام تجربیات با عیسی داشتن یا نداشتن. شب آخر بحران اومد چی شدن؟ نمیشناسیم. پس تجربیات به درد نمیخوره، اون لمسه به درد نمیخوره، اون حس و حالی که بهمون دست میده به درد نمیخوره اگه اون رابطه درست نباشه. خدا میگه بابا نیما من اول میخوام رابطه‌ام با تو تصحیح بشه، تو دنبال صدایی، تو دنبال ایکسی، تو دنبال ایگرگی. نه، رابطه نیما الان خرابه، تو هنوز باور نکردی که من حاکمم، تو هنوز باور نکردی که من آقا تو این پروسه دارم یه چیزی رو به تو یاد میدم، یه چیزی نمیدونی تو نمیدونی چیه، اما من میدونم چیه، پس ببند دهن تو. ولی من نمیتونم دهنم رو ببندم چون حالم خوب نیست، چون دنبال یه تجربه.
پس دنبال یک حس بودن یا دنبال یک تجربه رو به هیچ عنوان شما نمیتونید رابطه یا پرستش قلمداد کنید. نمیتونید. پس خدا در هر شرایطی به دنبال رابطه است، چه حضورش علنی باشه چه مخفی باشه. یه جایی در قوم اسرائیل، شما نگاه کنید داستان خروج رو بخونید مرتب، خدا میگه آقا حرکت کنید، اینا حرکت میکردن، میگه وقتی ابر وای میسته شما با وایسید، میگه ممکن بود روزها و ماها ابر اونجا ساکن باشه. خب این بدبخته چیکار میکردن اونجا؟ همش هدفشون این بود برسن به سرزمین موعود دیگه، درسته؟ حالا خدا تکون نمیخوره، پس اینا روزها و ماها تو اون خیمه ها وسط بیابون تو اون گرما باید میشستن منتظر. ابر که بلند میشد حرکت میکرد، اینا باید راه میافتادن. من مطمئنم اون زمانی که اینا منتظر بودن و ابر تکون نمیخورد، اینا تو اون چادرها چیکار میکردن؟ مثل من غر میزنه با چرا نمیری سرزمین موعود، اصلش تموم شد، چینش تموم شد، بلند شد بریم، خسته شدیم تو این بیابون. وقتی که ابر بلند میشد شروع میکرد هاللویا پرستش، وقتی ابر وای میستاد اینا بدبختا به قول ما ایرانی ها کف کرده در چادرها نشسته. یه تایمای لازم بود حرکت کنن، یه تایمای لازم بود استاپ کنن. ما این تجربه رو داریم میبینیم، آیاشو گذاشتم اتفاقا براتون اگه زحمت بکشید ببینید. و چون ابر از بالای مسکن برمیخواست، بنی اسرائیل در همه مراحل خود کوچ میکردن و هرگاه ابر بر نمیخواد تا روز برخواستن آن نمیکوچیدن. تا روز برخواستن معلوم نبود چند روزه، ساکت بودن، سکوت بود اون لحظه ها. خیلی عجیبه. اما یه چیز رو میخواد بگه، خدا اینا رو آورده بیرون، حرکتشون داده و گفته آقا من شما رو به یه جایی میرسونم. امروز همین اتفاق برای من و شما نیست؟ من شما رو نجات داده، آورده بیرون، گفته من شما رو بالاخره به یه جایی که مد نظرمه میرسونم، درسته؟ حالا اگر یه زمانی سکوت باشه، یه زمانی سکوت نباشه، یه زمانی من مشهود باشم، یه زمانی من مشهود نباشم، تو باید حرکت بکنی. اگه حرکت نکنی تو بیابون میمیری. این حکایت الان روزهای من و شماست که اگر استاپ بکنیم میمیریم، از لحاظ روحانی میمیریم. یه داستان دیگه. یادتونه شاگردان تو طوفان گیر کردن تو دریا؟ یادتونه؟ داستان خیلی معروفیه که آره. و جالبه قبلش یه آیه ریزی داره، اون آیه اگه میشه بذاری. بیدرنگ عیسی شاگردان خود را اصرار نمود تا ببین اصرار کرد تا سوار کشتی شود. شما قشنگ اولش نقشه رو دارید میبینید. اصرار کرد سوار کشتی. حالا چرا اصرار کرد؟ چه کاریه؟ اصرار کرد سوار کشتی شده، پیش از وی به کناره دیگر روانه شود. آقا گذاشتشون توی کشتی، فرستادشون رفت تا آن گروه را رخصت داد. چون مردم را روانه نمود، به خلوت برای عبادت بر فراز کوهی رفت. سهلا دقت کنید، وایستاده با مردم، شاگردار رو دکشون میکنه یه جورایی، سوار قایق شد برید آقا، بعد خودش هم شاگردار رو ول میکنه میره رکوب. چه کاری آقا؟ به وقت شام در آنجا تنها بود، کشتی دوچار طوفان شد. طوفانه دیگه، از این طوفانهایی که تو زندگی همه ما هست. تجسم کنید شاگردان، بعد طوفان دریای جلیل هم، دریای جلیل خیلی پرتلاطمه، طوفانای خیلی بدی داره. شاگردان وسط دریا نیمه شب در طوفان چه حرفایی با هم دیگه می‌زدن؟ فوش، قر، بادبانو بکش، تو این کارو بکن. میتونه آدم حدس بزنه که در شرایط طوفان آدم راحت نمیشینه. و شاید در اون شرایط طوفان همه بگن آقا کجاست؟ سوال من اینجاست، عیسی رفته رو کوه، دریای جلیل هم اونور، درسته؟ عیسی نمیبینه اونا رو؟ یا اینجوری داره دعا میکنه؟ میبینه اونا رو یا نمیبینه؟ مسئله اینجاست که الان سکوت کرده اما داره میبینه، در پشت طوفان سکوت کرده اما داره میبینه. چرا؟
چون میگه در پاس چهارم از شب عیسی بر دریا خرامید. پس یعنی دیده که اومده. حالا برای لحظاتی وقت شام رفتن پاس چهارم، یعنی چند ساعت اینا تو بحرانن. میدیده یا نمیدیده؟ حاکم بوده یا نبوده؟ اما سکوت کرده بود. برای ساعتی سکوت کرده بوده. عکس العمل اینها در بحران چیه؟ اما عکس العملی که من الان دارم در به در زمین و زمان و داد و بیداد و طبیعیه. بر دریا خرامید، به سوی ایشان روانه گردید، اما چون شاگردان او را بر دریا خرامیده مضطرب شدند، گفتند که خیالی است، از خوف فریاد درآوردند. اما عیسی ایشان را بی تأمل خطاب کرد، گفت خاطر جمع دارید، منم ترسان نباش. من اسم اینو میذارم مدیریت از راه دور، کنترل از راه دور. اثری ازش نیست اما کنترلش هست. آمین. امروز تو زندگی من یا شما یا هزاران نفر دیگه که از ایمانداران دارن این روزها مثلا من صحبت میکنم باشون، شاید اون اثر خیلی ملموس نیست. شاید میگن کجایی، ما اون تجربیات رو الان نداریم، دنبال اون تجربیاتیم. اما یک چیز رو من با همین ایمان ضعیفم امروز میتونم بگم، خدا در پشت اون سکوت داره کار میکنه. آمین. خدا در پشت سکوت داره کار میکنه، چون یک مرحله خیلی مهم از زندگی همه ماست، زمانی که هیچ چیز مشهود نیست، زمانی که اون اصالت ایمان باید به ظهور برسه. این یه رکن اصلی و طبیعیه تو زندگی ما. ای کاش خدا به من این قدرت رو بده که در این روزهای سخت بتونم اینو باور بکنم که او حاکمه حتی اگه مشهود نباشه. آمین. او داره کنترل میکنه حتی اگه مشهود نباشه. خب در این شرایط سکوت کمتر که خدا رو شکر، ای کاش من به نام مسیح شما رو اصلا جاش نمیکنم، خودم دارم. کمتر کسیه که لب به شکایت نگشاید. درصد اندکی هستن که در این بحران ها در شرایط لب به شکایت نگشایند. چرا؟ وقتی چون کلام رو میبینیم نصف مزامیر داوود داره چیکار میکنه؟ حالا نمیخوام بگم شکایت خیلی بد نیست، خیلی چیز نکنیم، چون اگه بد بود خدا اجازه نمیداد توی مزامیر نصف مزامیر رو که نگاه کنید، آهون ارمیا رو که کلن نگاه میکنید همش ناله است. شما مراسی ارمیا رو بکنید همش این آدم نبی گریانه، داره ناله میکنه، شکایت میکنه. شما ایوب رو ببینید میگن صبر ایوب، اتفاقا ایوب اصلا صبر نداره، چون 40 تا باب داره چلنج میکنه به خدا. شما بخونید حرفاشو، چالنج میکنه ولی دوباره برمیگرده. خدا چالنج میکنه، هی دوباره برمیگرده، هی قر میزنه، هی دوباره برمیگرده، میگه فقط تو وفاداریشو حفظ میکنه، ولی حرفش رو میزنه. 40 تا باب حرف میزنه، 2 تا باب خدا حرف میزنه، دهنش بسته میشه، میگه آقا تو به امروز راجع به تو شنیده بودم، اما از این روز به بعد روی من تو را میبیند. پس میخوام بگم این یه چیز طبیعی هم هست. خب اگر بتونیم شکایت نکنیم، دم شما گرم، دم من گرم. خب سخته، این یکی از اون فاکتورهای سخته شکایت کردن. اگر به قول معروف از پسش بر نیامدیم، بهترین روش به نظر من که اونم خیلی سخته چیه؟ این بهترین روش، من جفتشو نمیتونم. یا شکایت نکن کلن، میتونی شکرگزاری کن، چقدر بهتر اگه بشه شکرگزاری. یا اصلا کلن سعی کن برای لحظه، برای روزهایی سکوت مطلق. یه واعظ حرف قشنگی میزد، میگه آقا وقتی نمیتونی هیچ کاری انجام بدی، وقتی در جای قرار گرفتی که همه راه‌ها بسته است و هیچ کاری انجام نمیتونی بدی، بهترین کار اینه که همونجا بمونی و هیچ کاری انجام ندی. متوجهی؟ وقتی نمیتونی کاری انجام بدی، بهترین کار اینه که همونجا بمونی و هیچ کاری انجام ندی، چون نمیتونی دیگه، ته خطی. نمونش قوم رسید جلوی دریای سرخ، چی کار میخواست بکن؟
چیکار باز؟ دریا بسته. پشتم فرعون. چیکار باز بکنم؟ به قول ما ایرانی ها چه گلی میخواست به سرش بگیره. بلافاصله کلام چی میگه؟ بازیستید. بگید. بازیستید و ببینید من خدا هستم. خدا برای شما خواهد. ببین خیلی وقتا الان شاید خیلی از ماها جلوی این دریاه باشه. بسته است. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. پس تنها راش اینه که هیچ کاری نکنیم. تو بیا دریا رو یه جوری باز کنه. من این روزا فقط میگم هیچ چیز جز معجزه تو نمیتونه شرایط زندگی خیلی ما رو تغییر بده. فقط دست تو باید بیاد وسط. چون از راه انسانی هیچ امیدی شاید نباشه. اما تو قادر هستی یک شبه وضعیت رو عوض بکنی. آمین. پس اولین کار سکوته. و یه راه دوم دیگه، ببخشید این کلمش رو به کار میبرم، خیلی خیلی معذرت میخوام، دست از انجام کارهای احمقانه برداری. دست و پا زدنهای احمقانه و حتی حرکات روحانی احمقانه، خدمتهای روحانی احمقانه. ما فکر میکنیم اگر در شرایط بحرانی ما حالا بیایم یه سری حرکات روحانی انجام بدیم یا کارهای روحانی بکنیم یا خدمتهای روحانی انجام بدیم، وضعیتمون تغییر میکنه، در صورتی که اینم ملاکی نیست. من مثلا برای اینکه از یک شرایطی خلاص بشم، درسته؟ الان تو بحرانم، از لحاظ روحانی هم تو بحرانم، میام سری پوزیشنم رو عوض میکنم، میرم توی مقطع روحانی دیگه. مثلا دارم الان اینجا خدمت میکنم، مثلا دارم میگم دارم خدمت میکنم، وضع روحانیم داغونه، میگم اگر خدمتم رو عوض بکنم، خدمتم رو ارتقا بدم، شاید وضعم به من بارها این کار کردم و برای اینکه حالم بهتر بشه، گفتم نه جای من اینجا نیست، بذار جامو تغییر بدم شاید درست بشه. خرابن در خراب. یعنی شما یک خدمت روحانی، یک حرکت روحانی، یک دست و پایی هم که میخوای بزنی باید با اراده خدا باشه. نمونهش باز تو کلام هست. یادتونه داستان شاول رو که میخواست قربانی بگذرونه؟ باید منتظر میشد کاهن بیاد قربانی بگذرونه. درسته؟ اما این عجله کرد. عجله کرد. خودش اومد قربانی رو گذرون. خدا گفت سلطنت تو کنده خواهد شد. چرا؟ گفت من کار بدی نکردم، من قربانی کردم برای تو. گفت من از تو نخواستم قربانی بکنی. کار روحانی کرده، به اصطلاح پرستش کرده، اما اون پرستش مقبول خدا نبوده. میگه سلطنت تو. ما بعضی وقتا فکر میکنیم آقا من که دارم برای تو خدمت میکنم، خدا میگه من نمیخوام تو اینجا خدمت کنی. بابا من دارم قربانی میگذرونم. قربانیت به درد خودت میخوره. دست و پا میزنیم از اون شرایط بیایم بیرون. شاول دست و پا زد از اون شرایط بیاد بیرون، اما قربانیش مقبول خدا نبود. تأکید میکنم دست و پا زدنهای ما حتی اگر روحانی هم باشه، اما در جهت اراده خدا نباشه، برای خدا هیچ ارزشی نداره. اگر خواستید داستانش رو بخونید، اول سموئیل باب 13. ما کارهای احمقانه انسانی انجام میدیم، کارهای احمقانه روحانی انجام میدیم. پس درست میگم میلاد؟ آمین. انجام میدیم. پس وقتی خدا سکوت کرده، من این روزا به این نتیجه رسیدم در پشت اون سکوت داره کار میکنه و یه هدفی داره و من باید یاد بگیرم غر نزنم که میزنم، یا یاد بگیرم کامل سکوت کنم، یا یاد بگیرم دست به کارهای احمقانه نزنم، یا حتی یاد بگیرم دست به حرکات روحانی احمقانه نزنم. ممکنه زمان بسیار کند بگذره که حتما میگذره، چون خدا لاک پشتوار حرکت میکنه. خیلی وقتا خیلی آروم حرکت میکنه، یا ظاهراً وقت تمام شده باشه از دید ما، مثل وقتی اومد بالای سر قبر ایلازر، گفتن آقا ایلازر مرد، وقت تمام شد. اما فقط یه مسئله مهمه که خداوند زمان بندی های
خودش رو داره که این هیچ ربطی به من و شما نداره. تنها چیزی که توی این شرایط به نظر من میتونه به من و شما و کسانی که در این شرایط قرار دارن کمک کنه اینه که خداوندا فقط به نام عیسی مسیح به من حکمت بده که نقشه تو رو درک کنم. آمین. فقط حکمت بده که من بفهمم چرا در این شرایط این میتونه آروممون کنه. خدا یه حکمتی بده که ما بفهمیم چی کار داره تو این پروسه با همون. این خیلی میتونه بهمون کمک کنه. روح حکمتی که از آسمان داده میشه و تنها در آخر یک چیز به من و شما مربوط میشه در این همه سکوت ها. یک چیز. فقط یک چیزه. استقامت و تسلیم نشدن. آمین؟ یک چیز تو این پروسه فقط وظیفه من و شماست که به نام مسیح هم من هم شما هر کسی که این پیغامو میشنوه بتونه تو این پروسه موفق بشه. استقامت و تسلیم نشدن. ببین پتروس چی میگه؟ تا اصالت ایمانتان در بوته آزمایش به ثبوت رسد به هنگام ظهور عیسی مسیح به تمجید و تجلیل و اکرام بیانجامد. همان ایمان که بس گرانبهاتر از طلاست، هرچند فانیست، به وسیله آتش آزموده می شود. شما گرچه او را ندیده اید دوستش می دارید. این سخته. و اگرچه اکنون او را نمی بینید به وی ایمان دارید و از شادمانی وصف‌ناپذیر و پرجلال آکنده اید. دوباره داره میگه شما اگرچه او را ندیده اید دوستش می دارید، اگرچه او را نمی بینید ایمان دارید. دقیقا این مال زمانیه که ممکنه الان باشه. او رو نمیبینیم. او رو الان تجربه نمیکنیم. یک سکوتی حکم فرما. سکوت وحشتناکی هم هست. خیلیست. من الان میتونم مثلا اسرائیل رو یه جورایی درک کنم تو اون روزها. یه جاهای خود. یا اون 40 روزی که موسی رفته بود رو کوه. هیچ خبری نبود. اینا دیوانه شدن. زد به سرشون رفتن گوساله ساختن. میدونی چی میگم؟ ما هم بعد از یه مدت ممکنه به خاطر این سکوت شروع کنیم گوساله ساختن. ولی تنها چیزی که به نظر من خدا در این روزها از همه ما میخواد استقامت، آمین، و تسلیم نشدن. حتی اگر من سکوت کنم. آمین. بیام دعا کنم.